در آلمان نام حافظ شیرازی با نام یوهان ولفکنگوته شاعر پرآوازه آلمانی زبان گره خورده اما واقعیت اینه که حافظ بر بیش از 124 شاعره و شاعر آلمانی تأثیر گذار بوده این واقعیت رو پروفسور ناصر کنانی که در اصل فیزیک دانه کشف کرده اجازه بدید با هم به دیدار این واسطه فرهنگی بین ایران و آلمان بریم و از نزدیک با فعالیت ها و زندگی شخصی ایشون کمی آشنا بشیم کنانی علاوه بر حافظ درباره چند تن از بزرگان علم و ادب ایران کارهای با ارزشی به زبان انگلیسی و آلمانی ارائه کرده و یک کتاب هم درباره اولین باتری جهان که در دوران اشکانی در ایران ساخته شده نوشته. آقای کنانی تا جایی که من اطلاع دارم شما در کنار تدریس دانشگاهی کار پژوهشی خارج از دانشگاه 15 تا کتاب تخصصی نوشتید ده ها مقاله علمی منتشر کردید در زمینه موسیقی هم فعالیت داشتید و تازه به علاقه شخصی و زندگی خانوادگیتون هم خوب رسیدید آیا واقعا شبانه روز شما 24 ساعت داره؟ من اگر هیچ هنری نداشته باشم که ندارم یک هنر دارم اونم تنظیم وقت و استفاده از وقت من آدمی هستم که زیاد اهل خواب نیستم نیاز به خواب زیادی ندارم چهار پنج ساعت خواب از جوانیم تا الان با اینکه سهرخیز نیستم ولی از ساعت هفت هفت و نیم به بعد دیگه چشمم رو باز میکنم تو این دنیام و بلافاصله فاصله هم کار میکنه و از ساعت تقریبا هشت هشت و خورده این پشت میزی کارم نشستم و بعدم خیلی کسل میشم که بایدی وقتی برم بخوابم برای اینکه شما شاید باور نکنید نصفه های شب دوازده یک اینا آب سردی به صورت میزنم که هنوز بیدار بمونم کار بکنم احتیاجی هم ندارم ولی خب بالاخره آدم باید بره استراحتم بکنه کتاب آخرتون چقدر وقت برد کتاب آخری که من نوشتم تحت عنوان تاثیر غزلیات حافظ در ادبیات شعری آلمان نگارشش نزدیک به سه سال وقت منو گرفت دلیلش همین هستش که در این کتاب صحبت از بزرگان ادب و شعر و ادبیات زبان آلمانی است از سوئیس و اتریش و آلمان و نام بزرگانی مطرح میشه که با پیروی از حافظ قزل گفتن در نتیجه من مجبور بودم خانهها وسواس بسیار عجیبی داشته باشم به همین جهت بله دقیقا در حدود سه سال طول فقط نگارش این کتاب در حالی که تمام مدارک و همش حاضر و آماده بود ام یعنی چی آماده بود چجوری آماده بود ببینید تمام مدارک رو من جمع کرده بودم خب چند سالم پس برای اون کار بله اون که سالهای سال بود که من این کار رو انجام میدادم در واقع این کتاب دومتون درباره حافظ این کتاب سوممه به زبان آلمانی منظورم بله در به زبان آلمانی دو تا به زبان انگلیسی یکی من اولین کتابی اولیش. که من نوشتم به زبان انگلیسی بود امدن به خاطر اینکه دلم میخواست که خواننده بیشتری داشته باشه انتخاب اول من خارزمی بود به خاطر سالش اون کسی که در سال 780 میلادی تقریبا به دنیا اومده قبل از همه قبل از رازی قبل از فردوسی قبل از خیام به همین جهت میخوام بگم که بیش از همه من درباره خارزمی این کوشش رو کردم و تا کنونم سه جلد کتاب نوشتم دربارش که اولین کتاب خیلی مفصل جبرش، حسابش، جغرافیاش و نجومش در هر چارتا حرف اول رو در جهان اسلام میزنه آقای کنانی شما این همه به ایران علاقه دارید این همه فعالیت در خارج از کشور به خاطر ایران در رابطه با بزرگان علم و ایران چرا به ایران برنگشتید بعد از اینکه تحصیلتون تموم شد من موقعی که تحصیلات مهندسی مو تمام کردم یه جوان 24 ساله بیش نبودم و از شما چه پنهان بدون اینکه خدای نکرده سوء تفاهمی صورت بگیره با وضع بسیار آبرومندانه هم تحصیلاتم رو کردم هم در قسمت تحصیلاتم هم،, هم در قسمت تز مهندسی و علاقه شدیدی هم داشتم که برگردم برم به ایران متاسفانه در سفارت اینجا به من گفته شد زمان شاه بود که شما اگه برگردید ایران اولا سربازی باید برید دوما یک پرونده هم شما تو ساواک دارین چون من فعالیت های سیاسی در اینجا می کردم. البته در یه سطحی که من قادر بودم ولی اینا این جریان خیلی بزرگتر کرده بودن از واقعیت تو کنفدراسیون فعالیت بله بله, بله. بله تو کنفدراسیون از این گذشته چندان نیازی هم به شما نیستش رفتم اینجا رفتم دکترامو گرفتم تو دانشگاه بعد دکترامم خیلی عوض میخوام باز مجدرم باید خدمتتون عرض بکنم برای اینکه میخوام تلخی ماجرا رو نشون بدم من با بهترین نمره ای که در اون زمان میتونست یک شخصی در رشته من بگیره موفق شدم خب من الان برای خودم حساب کردم بسیار خوب من الان دیگه سن من بالا رفته حتما سربازی رو میبخشن نمیدونم ساواکم که دیگه فعالیت سیاسی کمتر شده برم دوباره رفتم سفارت بهشون گفتم بفرم من حال این کارا رو تم کردم میدونیم من چی گفتن گفتن سربازی شما که کان برقراره مگر اینکه نمیدونم یه میلیون و چند میلیون بدین سربازی رو بخریم ساواکتون هنوز برقراره توجه کردین از این گذشته شما باید از همین الان جناحتون رو تعیین کنین یا توی بله توی حزب رستاخیز یا انصاری یا آموزگار بعد همین اروپایی ها بدونه که من میگن تو نمیدونم سابقت چیه سیاستت چیه دینت مذهبت چیه به من به خاطر وضع مرتبی که داشتم به من امکان دادن که برای اولین بار به خارجی فوق دکترا بگیرم یعنی یه چیزی بالای دکترا که ما بهش میگیم و فقط تو کشورهای آلمانی زبان مطرحه عنوان پروفسور آلمان که منجر به پروفسوری میشه شرط آکادمی که پروفسور شدنه و فقط هم تو کشورهای آلمانی زبانه یعنی تو اتریش و سوئیس و تو آلمان به ویژه در آلمان این امکان به من دادن با یه بودجه بسیار زیادی وقتی هم که تموم شد خوردیم به انقلاب گفتم خب حالا که دیگه تموم شد دیگه شاک رفت منم که مخالفت اینا رو گفتن ما غربی‌ها رو نمیخوایم غرب زده ها رو نمیخوایم شما کتابی نوشتید درباره اولین باتری جهان که در دوران اشکانی در ایران ساخته شده. میشه توضیح کوتاهی راجع به این من نقشی در این کار نداشتم. من فقط کشفیات دیگر رو, رو به صورت علمی دوباره مطرح کردم با ارائه اسناد مختلف. تنها کاری که من انجام دادم این بود که واژه the Partian battery رو به کار بردم. یعنی باتری اشکانیان چون قبلا همیشه صحبت از باتری بغداد بود به غلط بر اینکه این باتری رو نزدیک ایوان مدائن کشف کرده بودن نزدیکای بغداد اسمش رو باتری بغداد سال 2004 این کتاب به زبان انگلیسی منتشر شد و شما باور نمیکنید چه سر صدایی کرد چون به قول با با معروف باید تاریخ باتری رو از نو می نوشتن و در این کتاب من خ... سعی کردم خیلی خیلی به صورت رسمی و جدی بدون گونه شعاری بگم که آیا این از طریق علمی اصلا قابل قبول هست یا نه بعد این کتاب شش ماه بعد متو... مورد توجه یک استاد آلمانی به نام آقای پروفسور خوسوک قرار گرفت و ایشون نامه به من نوشت که آقای کنی اگه شما اجازه بدید من میخوام به زبان آلمانی ترجمه بکنم برای اینکه من معتقدم ما اروپایی ها خیلی میکنیم همه کارا رو ما کردیم اقلا یه مورد نشون بدیم که ما نکردیم بعد ایشون این کتاب رو به زبان آلمانی منتشر کرد و چاپ شد چندی بعدش آقای پرسو گامبرگ که عضو آکادمی علوم روسیه هست از من خواهش کرد که این رو به زبان روسی ترجمه کنه من دارم متناشو اینجا ببینید این اون کوزه هست این اون استوانه مسیه و این هم قطعه آهنیه که تو این میذارن هر دوشو میذارن این تو اینا هم که این بالاشو بستن ساختار باتری هر باتری حتی باتری های امروزی به قدری سهل و ساده است که آدم تصورش هم نمیتونه بکنه شما اگر یک ظرفی رو بگیرید توش مقدار آب انگور بریزید و فقط دو تا فلز مختلف تو این بذارید دو تا فلز مختلف مثلا فرض کنید یه میله آهنی یه میله مس اینا رو به هم کنید نیم ولت به شما برق میده چه چیزی باعث شد که شما یک کتاب هم درباره موسیقی ایرانی به زبان آلمانی بنویسید من تصمیم داشتم یک کتابی بنویسم که هم سابقه تاریخی موسیقی باشه هم سازها توش معرفی بشن و هم رابطه شعر و موسیقی و بعدم تاثیر عرفان در موسیقی ما از طریق شعر چون برخلاف دیگران من بر این نظر نیستم که موسیقی ما عرفانی است این بود که من یک کتابی نوشتم تحت عنوان به زبان آلمانی موسیقی باستانی یا سنتی ایران و همینطور که از کردم سازها و تاریخچه و ساختار موسیقی ما چگونگی اجرا رو معرفی کردم و خیلی خیلی خوشحالم که این کتاب مرجع خیلی مهمی برای ویکیپیدیا شده چون شما هر واژه‌ای رو که در ویکی‌پدیا عقبش بگردین آواز، ساز، دنبک هر چیزی که اون پایینش ارجا میده به این کتاب. دلیلش هم این است که متاسفانه چنین منبعی وجود نداشته تا کنون. نه اینکه کتاب من خارق العاده است. ای کاش کتاب‌های دیگه در این زمینه نوشته می‌شد. روزهای بعدیتون چیه؟ در مورد بازم ادیبان و بزرگان علم ایرانه یا اینکه کاری در رابطه با فیزیک انجام میدی؟ الان در کنار تدوین یکی دو, دو گفتار درباره خارزمی و خیام و ابن سینا بیشتر وقت خودم رو صرف نگارش کتابی میکنم به زبان آلمانی تحت عنوان خیام ریاضیدان منجم و شاعر